بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به سحرخیزان متدین. برنامه سحری است و ما میزبان خانه های شما هستیم و شما هم میزبان برنامه ما. در این برنامه باز هم دو بزرگوار با خود داریم، جناب فیضانی صاحب و جناب دکتر صاحب نصاری، و سلام مخصوص این برنامه به نیروهای نظامی و انتظامی کشور که در سنگرهایشان هستند و حال هم سحری میکنند و دور از خانواده های خود هستند و حفاظت از نوامیس اسلامی و عمل به تکلیف الهی انجام میتن. حق دعا به فرد فرد این نیروها داریم و استدعا داریم که همشان سلامت و صحتمند به خانه برگردن و حقوقشان پابرجا باشه. می خواهیم باز هم از جناب دو بزرگوار در مورد سحری بپرسیم و در مورد ارشادات و فرمودای این دو بزرگوار از مستفید شویم. آغاز می کنیم از جناب فیضانی صاحب. جناب فیضانی صاحب، اول خوش آمدین، سحر شما بخیر و امید است که روزای مبارک رمضان به خوبی سپری بکنین. بیاین بگوین برای بیننده های عزیز ما که از سحری چگونه فیض و سود ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله تعالی و ملائکته یصلون علی المتسحرین، او كما قال صلی الله علیه و آله و سلم. تشکر از شما و همچنان سلام سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب دکتر صاحب نصاری و همچنان بیندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا و همچنان همکاران تکنیکی که در این وقت مهم با ما هستند و در خدمت هموطنان عزیز هستند و خصوصا آنانی که آمادگی میگیرند برای سحری کردن و این که امری بزرگ الهی روزه گرفتن را به جامعه آورند. قسمی که شما هم در ابتدای برنامه گفتین، براستی هم که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، یک مسلمان برای مسلمان دیگر مانند خشتای تعمیر است که یکی دیگر خود را محکم میکند. ما وقتی که به فکر آرام روزه میگیریم یا به فکر آرام برای سحری برمیخیزیم، جا دارد که تشکری کنیم از نیروهای امنیتی ما که امنیت تأمین میکنند و ما آماده عبادت می باشیم. ما می توانیم با فکر آرام هم سحری کنیم، هم روزه بگیریم، هم برای نمازهای پنج وقت به جماعت برویم. جا دارد که در این وقت زیبا و در این وقت نیمه شب و وقت سحری هر یکی از بنده مؤمن مسلمان دعا کند در حق کافه ملت مسلمه و خصوصا در حق مسلمانان افغانستان که همه دور قرآن عظیمشان جمع شان و همه قسمی که روزه ماه مبارک رمضان ایجاب میکند روزه بگیرند که توبه کنند از همه گناه، از همه عصیان، خصوصا در این وقت سحری که توبه این وقت زود مورد قبول دربار الهی واقع میگردد. و هر آن شخصی که در نصف شب که یکی از جمله فیوزات و برکات سحرخیزی این است که آن دعایی که در جوف از لیل در نصف شب باشد به دربار خداوند جل جلاله مورد قبول واقع میشود. در این سحری کردن وقتی که بنده مؤمن مسلمان میخیزد، ما یک طریقه خیر برای همه بینندگان عزیز توصیه میکنم. وقتی که خواهر ما، مادر ما میخیزد و سحری تهیه میکنه تا که گرم میشه، میتونه که وضو کنه و میتونه از این فرصت همه اعضای فامیل استفاده کنن، وضو کنن، یک دو رکعت نماز به حضور خداوند جل جل ادا کنن که هم اینا سحری کرده باشن و هم عبادت کرده باشن، هم دوگانه به حضور یگانه ادا کرده باشن و میتونه از این سحری بسیار استفاده خوبم بکنه و سود خوبی است از سحری. این سود خوبی است که به بهانه سحری کردن اصحاب میخیزن و اینها عبادت خداوند جل جل اضافه تر کرده میتونن. بگذارن اک میان برنامه بگیریم جناب فیضانی صاحب، دوباره برمیگردیم در موردی که خب وقتی که یک دعاهای خاص هم داره، چنانچه ماه مبارک رمضان، دور تراویح دعاهای خاص خدا داره، آیا سحرخیزی آیا دعاهای خاص خدا داره که یک مؤمن وقتی که بر سحر برمیخیزه دعای را خاص را انجام بده تا ثوابش یک چند و دو چند و هزار چند شود؟ بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم. رمضان روح و احمان، رمضان شهر القرآن.
خوش آمدین بیننده های عزیز. برمیگردیم به فیضانی صاحب. جناب فیضانی صاحب، چنانچه گفتیم قبلا، خب وقتی که یک سحرخیز یا یک روزدار برمیخیزه به خاطر سحرخیزی، کدام دعا را بخونه هم که هم ثواب داشته باشه و یعنی هم عبادت هم پا بر جا شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در دین مبین اسلام تکلیف نیست و دین مبین اسلام بسیار آسانی ها را بر ما اختیار کرده که از جمله آسانی ها یکی خود نیت کردن هست. قسمی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند انما الاعمال بالنیات، ثواب هر عمل مربوط به نیت خودش می باشد. وقتی که در شب یک کسی برای سحری کردن می خیزد، به نیت این می خیزد که روزه برای فردا می گیرد. نیت کردن در دین مبین اسلام برای هر عبادت لازم می باشد. قسمی که ما به خاطر نماز 15 فرائض داریم، از جمله فرائض قسمت هم فرائض خارجی نماز است، یکی هم نیت کردن. نیت کردن اما مرام و اراده قلبی را گفته می شود. وقتی که بنده مؤمن مسلمان می خیزد، خود همین به نیت خیستن سحری کردن و به نیت روزه گرفتن خود همین عبادت است و در بین این می تواند که با قول با زبان هم می تواند بعض ثواب را حاصل کند. اگر نیت را که با زبان هم بگوید، مثال نیتش به لفظ عربی و نویتو بصوم غد من شهر رمضان، نیت میکنم به روزه گرفتن فردا از ماه مبارک رمضان، این خود یک عبادت بزرگ هست. و همچنان بعد از این نیت، یعنی اضافه تر از این نیت، هر آن دعایی که در این نصف شب می شود که خداوند جل جلاله در هر شب از ماه مبارک رمضان تعداد کثیری از گناهکاران دوزخ را آزاد می کند، خوشا به حال آن کسی که در همین قسمت شب مصروف به استغفار باشد، یعنی طلب مغفرت از خداوند جل جلاله بکند در همین وقت. طلب مغفرت بسیار آسان، استغفر الله استغفر الله، این بزرگترین دعای است. و همچنان در پهلو تسبیح و تذکیر و تحمید و تکبیر خداوند جل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این همه عبادات است که بسیار آسان بر زبان می آید اما در نزد خداوند جل جلاله بسیار محبوب و همچنان سنگین در ترازوی میزان می باشد. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله، این را تکرار کند، خصوصا در وقت سحر اگر کسی 100 بار این را بخواند، اگر گناهان این شخص به اندازه قف دریا هم باشد، خداوند جل جلاله او را مورد مغفرت خود قرار می دهد. بیننده های عزیز، میان برنامه داریم، بعد میان برنامه دوباره برمیگردیم به جناب دکتر سیب و سوالات خود داشتیم از جناب دکتر سیب. درسم که تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم، در اذان که می وزد پنجره ها باز می شود، یاد تو کوران می کند، هر اسم تو را که صدا می زنم ما در دهانم هزار تکه می شود، کاش من هم بودم با همه دهان ها تو را صدا می زدم، کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو ام، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده کند از شادی من است، زندگی با توست، زندگی حالا است.
بیننده های عزیز باز هم خوش آمدین. خب جناب دکتر صاحب خوش آمدین، بازم سحری با ماستین. میخواستم شما پرسم که یک روزدار یا یک سحرخیز از کدام موارد باید پرهیز بکنه، یعنی کدام موارد در نظر بگیره که او بر جسم و روحش در طول روز تاثیرگذاری خوب داشته باشه و تاثیرگذاری بد نداشته باشه. سلام خدمت شما جناب مولوی صاحب، دوستایی که هم اکنون برنامه ما را از طریق شبکه جهانی تلویزیون آریانا مشاهده میکنم، امیدوار هستم که همه سحری خوب و خوش داشته باشند. اما قسمی که جناب مولوی صاحب فرمودند که روی اهمیت سحری و مؤثریتش برای بدن انسان هم از دیدگاه اجتماعی هم از دیدگاه روحی و جسمی مؤثریت خود داره، هیچ چیز امر الهی بدون حکمت نیست و امر را که خدا نهی قرار داده او هم بدون حکمت نیست. اما قسمی که ماه مبارک رمضان از جمله پنج بنای اسلام هست و بالای ما فرض شده باید انجام بدیم و روش مطابق به فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میتیم که ما باید سحر بیدار شویم. جای جالبی است که امروز محققین در این عرصه بسیار تحقیق کردند. همی وجود انسان که قسمی که خداوند تبارک تعالی ساختیش یک ساختار حضیر، امروز تلسکوپی که در جهان تحقیق میکنه میگه از کائنات که در جهان وجود داره کهکشا و افلاک و فضا مغلق و پیچیده تر هستند و چیزی که در وجود انسان از لحاظ فیزیولوژی بسیار تاثیرات مثبت خود داره اعتیاد هستک، یعنی انسان وابستگی به عادت هستک. مثل اگه ما شما مشاهده میکنیم یک نفر با مواد مخدر دچار شده بسیار مشکل است که از اون نجات بتونه، هر روز از اون استفاده میکنه چون وجود به او اعتیاد پیدا کرده. بنابراین خود وجود انسان تشکیلش از دو بود است که ام بود جسمی از ام بود روحی است. بود جسمی ضرورت به غذا داره که ما باید غذا تناول کنیم، کنون پروتئین شام و کربوهیدراتی که در وجود ما استفاده میشه. بود معنوی اون بود عبادات هست که باید انجام بدیم، از اون جمله یکیش سحری هست. سحرخیزی در بود مادی و معنوی لازم و ملزوم یک دیگر است. به چه شکل در سحری ما بیدار میشیم؟ اصل ای خودش یک نوع ترنینگ است برای بدن انسان که انسان برای 11 ماه آینده که از خواب بیدار میشه باید می وقت شب بیدار شود. مثل که در سوره یا ایها المزمل ما ایره میخوانیم و پیغمبر صلی الله علیه و آله خداوند میگه که شما در نیم شب بیدار شین، حتی شب به 3 ساعت تقسیم کنین، در یک زیش زندهداری کنین که بسیار اسرار تمام پیغمبرها را که شما ملاقاتشون با خداوند و برنامه‌ای که برشون داده میشه تمام در ایمی موجودیت شب برشون صورت گرفته که داده شده. بنان خود وجود انسان از لحاظ اعتیاد وابستگی به این داره که عادت پیدا میکنه. وقتی که عادت پیدا کرد در طول 11 ماه دیگه میتونه که نماز تهجد بخونه و در سحرخیز باشه. و از دیدگاه طب سحرخیزی به قسم ثابت شده که وجود انسان دو سیستمی که یکی سیستم عصب است و دیگر سیستم عضلات است که در طول روز با انسان بسیار همکاری نزدیک دارند. اینا میگن که وقتی انسان در صبح صادق پیش از اینکه صبح صادق داخل شوه بیدار میشه و خداوند ریاضت میکنه یاد میکنه و بعد از اینکه صبح داخل میشه همی خود ترکیب اکسیژن مثل که ما و شما دو او سمبولش هستک، اوزون که در لایر آبی آسمان معلوم میشه این سه اکسیژن هستک، یک لایر آبی هست. ای از لحاظ ظرفیت جذب در وجود انسان با سحرخیزی پیدا میشه. وقتی انسان که سحرخیز میباشه صبح که وقتی بیدار میشه اینمی جذب اوزون در وجودش باعث نشاط سیستم عصبی و سیستم عضلاتی میشه. اما قسمی که مولوی صاحب فرمودن در جریان روز یک انسان بسیار احساس راحت میباشه، راحتی میکنه و احساس بسیار آرامش میکنه و بسیار چست و چالاک میباشه، بسیار امتو فعال میباشه دماغش. اگر خدا نخواسته در جریان سحری ای به خواب میمانه و با اونم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که گفته کاملا برکت از استفاده نکنه، طول روز بسیار کسل، بسیار خسته و بسیار نارام می باشه. بنان تمام احادیث پیغمبر و گفته های علمای ما امروز مؤثریتش از دیدگاه طب هم ثابت شده. می تونن بینده های ما از این موجودیت ما مبارک رمضان موجودشون در دنیا استفاده از می کنه. تشکر جناب دکتر صاحب. ان شاء الله از ارشادات و فرمودهای شما ما و بیننده های عزیز در طول امی سحری هایی که در ماه مبارک رمضان داریم ان شاء الله مستفید خواهیم شد. پایانی سوال خواهیم داشت از جناب فیضانی صاحب، باز برنامه را اختتام میدیم. قبل از این یک میان برنامه کوتاه داریم، بعد میان برنامه با جناب فیضانی صاحب. الله 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 الله
بیننده های عزیز و سحر خیزان متدین، بازم به آخرین بخش برنامه خوش آمدین. در این بخش از جناب فیضانی صاحب میپرسیم که یک تعداد سوال بری دارن که یا عادت بری دارن وقتی که سحر بعد از انجام سحر و ادای سحر دوباره میرن به رخت خواب، خواب میکنن تا وقت نماز و یک تعداد میرن به طرف عبادت یا قرآن خوانی میکنن. در دو اصل بگوین که کدامش فایده ها داره و کدامش ضرر ها داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که جبرئیل امین همیش توصیه میکرد مرا بر شب خیزی، بر ادای عبادت در جریان شب، حتی بر این عقیده مجدوم که شب نیست مگر برای عبادت است. همچنان قسمی که جناب دکتر صاحب آیت قرآن کریم سوره مزمل قرات کردن، یا ایها المزمل قم لیل الا قلیلا، خطاب خداوند جل جلاله به پیامبر صلی الله علیه و سلم شد که شب بخیز عبادت کن مگر اندک آن را میتوانی استراحت کنی، که این مرحله ابتدایی بود. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم شبانگاه به اندازه عبادت میکردن که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمان که پاهای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم از بسیار دیر استاده شدن ورم میکرد میپوندید. مبارکه میفرمان که ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم که چرا این کار میکنی حالانه که خداوند جل تو را آن سه و لغزش های قبلی و آینده تو را همه بخشیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن افلا اکون عبدا شکور، آیا ما بنده شاکر نباشم؟ پس معلوم است که شب برای عبادت است، اما الزامی هم نیست که ما خامخواه در شب عبادت کنیم، چرا که بعضی خسته و زله و همچنان مانده یا مریض می باشند. اما در اینجا فرصت در ماه مبارک رمضان هر سحری کننده می داشته باشد، وقتی که برای سحری می خزد و سحری کرد، بعد از سحری کردن اگر متصلا پس بخوابد و به خوابگاه برود و آن چیزی که خورده در داخل میری و میره در معده باقی می ماند و هضم هم نمی شود، اضافه تر سست و کسل و تنبل می شود. مناسب است برای هر بنده مؤمن مسلمان که سحری می کند بعد از سحری وضو بگیرد، یک دو رکعت نماز بخواند و تعداد از صفحات قرآن کریم را به اندازه توان تلاوت کند، قرآن کریم بخواند تا وقتی که وقت نماز می شود. وقتی که نماز شد اجازه دارند، با وجود آن که خواندن نماز صبح برای مردها مستحب است که به اندازه که روشنی کم زیادتر شد به جماعت بخوانند، اما در ماه مبارک رمضان می توانند که در اول وقت بخوانند. وقتی که نماز خواندند بعد از می توانند که اینها یا استراحت کنند یا انتظار بکشند تا طلوع آفتاب، بازم به حیث ضرورت مردم. خو اما بهتر این است که این وقت شب را که خالی از ریا و خالی از دیگر گونه بعضی نمایشی ها است، تلاوت قرآن عظیم شان کنند، تسبیحات کنند، ذکر کنند و توبه کنند و استغفار کنند و از خداوند جل جلاله توفیق مزید در عبادات بطلبند و از خداوند جل جلاله محبت و ایثار و فداکاری در بین مسلمین بطلبند و از خداوند جل نصرت مسلمین بر علی دشمنان اسلام بطلبند و بزرگتر از آن نصرت خود را و حتی غلبه را بر نفس خود و بر شیطان بطلبند. بسیار تشکر جناب فیضانی صاحب و جناب دکتر صاحب. انشاءالله در سحرهای آینده با هم خود بودیم و موضوع بسیار جالب را جناب فیضانی صاحب اشاره کردن که وقتی کسی خواب بکنم نان به میده و میری میمانه، که انشاءالله شبهای آینده شما برای بحث خواهد کردین و در مورد امو ضررهای طبی این مسئله ارشادات خواهد داشتین. بیننده های عزیز، برنامه در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر که در خدمت قرار میگیریم، شما را به خدا یکتا و توانا میسپارم. الله یار و یاور شما.